پس از اعلام نتایج کنکور سراسری سال 94-95، مانند سالهای پیش متقاضیان بهایی ورود به دانشگاه‌ها از حق تحصیل محروم ماندند. روزیتا ایران دوست در گزارشش به مشکلات این دانشجویان پرداخته. نقص در پرونده، جمله آشنا برای متقاضیان بهایی دانشگاه. این جوانان از حقوق محروم می شوند که جزء حقوق اولیه هر انسانی است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را برای همه شهروندان تضمین کرده است. دانیال اوجی یکی از این صدها دانشجوی محروم از تحصیل است. کنکور سال بعد 85 کارنامه وقتی برگشت که اصلا یعنی کارنامه دریافت نشد و در سایت سازمان سنجش گزینه نقص پرونده درج شده بود و از اون سال به بعد این واقعه و این در واقع روش به کرات تکرار شده تا همین امروز و میبینید که حتی توی کنکور اخیر هم مجدداً این اتفاق تکرار شد. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی، میگوید دستور بر محرومیت جوانان بهایی از بالاترین مقام‌های نظام صادر شده است. غیر قانونی بودن تحصیل دانشجویان بهایی یک مسئله است که متاسفانه از بالاترین رؤوس انقلاب اسلامی دستور داده شده. یک مسئله تصادفی نیست، با وجود اینکه همه دانشجوها باید، همه ایرانی‌ها باید از تحصیل برخوردار بشن. حسین رئیسی، حقوقدان، میگوید محروم کردن جوانان بهایی از حق تحصیل بر اساس قرائتی نادرست از اسلام انجام می شود. ماهیت محدودیت های آموزشی یا بهتر بگیم تبعیض های آموزشی در جامعه ایران برای جوانان و شهروندان بهایی یک ماهیت ضد انسانی با خودش همراه داره که برآمده از یک نوع قرائت نادرست ایدئولوژیک از رفتار اسلامی و قرار دادن اون در یک فریمورک، در یک چارچوب نادرستی است که حتی حقوق ایران، قانون اساسی ایران، چنانچه شما اشاره کردید، از اون حمایت نمی کنه. قانون اساسی جمهوری اسلامی حق تحصیل را برای همه شهروندان ایران تضمین کرده است. به فتوای آیت الله درگذشته منتظری، بهائیان به دولت اسلامی مالیات می‌پردازند. بنابراین شهروند ایران هستند و باید از مزایای شهروندی بهره‌مند شوند. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا، واشنگتن.